ثبت نام آنلاین پاسپورت در افغانستان. سلام دوستان، حسین حیدری هستم و در این ویدیو برای شما آموزش ثبت نام آنلاین افغانستان را برای شما آموزش خواهم داد. دوستان عزیز، به خاطر از این آموزش ما وارد اینترنت اکسپلورر خود میشیم، اما قبل از آن از چینل ما دیدن کنید، سابسکرایب و فشار داده علامت زنگوله را بزنید تا مخاطب و بیننده همیشگی ما باشید. دوستان، ما در اینترنت اکسپلورر خود نوشته میکنیم که پاسپورت افغانستان و سرچ میکنیم. دوستا در این قسمت نوشته فرم آنلاین پاسپورت کلیک میکنیم، ما را به این یک صفحه میکشانم. دوستای عزیز، به خاطر در این صفحه ما زبانی را که میخواهیم با او ثبت نام بکنیم، پشتو یا دری را انتخاب میکنیم. ما دری را انتخاب میکنم. فکر کنم سایت بیروبار است دوستان، یک کمی زمان میگیره. منتظر میشینیم تا که صفحه باز شود. خب دوستان، در این قسمت شما میبینید که نوشته است جمهوری اسلامی افغانستان، رهنمود برای متقاضیان پاسپورت. دوستان عزیز، شما این رهنمود را باید به دقت بخوانین، چندین بار بخوانین تا که درست بفهمین از قواعد و رهنمود پاسپورت در افغانستان. دوستان، ما این را قبلا خواندیم بارها و در آخر اینجا درخواست پاسپورت را میکنیم. دوستای عزیز، در این بخش، در این سیکشن ما معلومات شخصی خود وارد میکنیم. دوستا، در قسمت این بخش ها شما میبینید که یک علامت ستاره به رنگ سرخ است، یعنی ای که خانه پوری این سیکشن ها 100% مهم است. یعنی شما باید این خانه ها را پر بکنید. در صورتی که پر نبکنید، شما نمیتونید که به مرحله های دیگه برید. در بخش عنوان من آقا یا خانم، هر کدام که شما مطابق مشخصات انتخاب میکنید، من تخلص مثلا میزنم. احمدی، نام احمد، نام پدر محمود، نام پدر کلان کاظم، تاریخ تولد به شمسی. دوستای عزیز، شما در اینجا تاریخ انتخاب میکنین و میلادیش خودش در این قسمت میرسانه. شغل شما چی است؟ من نوشته میکنم شغل آزاد. محل تولد کابل. سکونت فعلی کابل.
حالت مدنی مجرد هستین، متأهل هستین یا بیوستین، هر کدامش که بود انتخاب میکنین. نوعیت سند هویت شما چی است؟ تذکره است، کار تولد است و یا تذکره الکترونیکی دارین؟ ما تذکره را میدانم، نمبر تذکره را یک نمبر را میزنم. در اینجا جلدی تذکره خود را نوشته میکنید و در اینجا صفحه و در اینجا نمبر ثبت. دوستان در قسمت مشخصات تذکره خود وقتی نوشته کردین، در قسمت پایین جنسیتتان را مشخص میکنین. مرد میگیرم من، رنگ موی بر رنگی که بود میرسونین، رنگ چشم سیاه، رنگ موی سیاه، قد به سانتی متر، مثلا من 170 سانتی متر میگیرم و همینطور بالا رفته. در اینجا نوشته است که توسط سیستم ساخته می شود. اینجا را شما غرض نمیگیرین دوستو، یک کد است، یک آیدی بر شما میده که شما توسط اون آموزو شناسایی میشین. تخلص مثلا من نوشته میکنم احمدی، نام احمد، نام پدر به انگلیسی محمود، نام پدر کلان کاظم به انگلیسی نوشته کردین. دوستا باید دقت بکنین که اسپلش از پیش شما اشتباه نشود. دوستا در وقتی که مطمئن شدین این گزینه ها را پر کردین، من این در قسمت آخر در اینجا امی کپچه را حل میکنین، دی که دبلیو ما ای را ثبت میکنم. دوستان منتظر میباشین تا که معلومات شما ثبت شود در اینجا. بعد از اینکه معلومات شما ثبت میشه، پیام در روی صفحه دریافت میکنین. دوستان تا که او پیام دریافت نکردین، به این معنی است که شما ثبت نشده، معلومات شما مثل اینی پیام است، موفق معلومات ما، معلومات شما موفقانه ثبت شد. دوستای عزیز من بعدی را کلیک میکنم تا وارد از این مرحله شویم، زمینه عکس و امضا. دوستا در اینجا شما عکس امضایتان و عکس خود که با بک‌گراند سفید در 6 ماه اخیر گرفته شده باشه او را اپلود میکنین اینجا. من فعلا یک همه تیر عکس اینجا اپلود میکنم. در اینجا عکس تصویر شما اپلود میکنین، ثبت هم میزنیم، بالای ثبت کلیک میکنیم، منتظر میباشین تا عکس تصویر خود شما و عکس امضایتان زمینه اسنادهایتان شود. است دوستان شما در این بخش، در وقتی که در داخل از این صفحه هستین، هم شما میتونین که از این قسمت بالای پشتو کلیک کرده و زبان خود تغییر بدین. مثلا اگر در اینجا در فارسی کدام کلمه را شما نفهمیدین یا درست نفهمیدین منظوری از او را، میتونین که بالای پشتو کلیک کرده و همو معلومات خود به زبان پشتو نیز وارد بکنین، که هم آموزو قسمت اول میشه زبان خود تغییر بدین و هم وقتی که داخل از این سایت شدین میشه که تغییر بدین. دوستای عزیز صبر میکنیم تا باز برای ما پیام بده که شما موفقانه ثبت نام کردین. دوستا سایت کمی بیروبار است، به او خاطر یک کمی
سرعتش پایین آمده. دوستان میبینید که عکس شما اپلود شده و تا فعلا برای ما کدام پیامی نامده، منتظر پیامش میباشیم. دوستان شما وقتی که میخواستین پاسپورت بگیرین و آنلاین ثبت نام بکنین، باید اینترنت شما یک ذره سرعتش خوبتر باشه، چون از یک طرف سایت بیرو بار است و دیگه اگر سرعتم پایین باشه خب بسیار به جنجال میفته. دوستان برای ما پیام آمد قسمی که دیدین، عکس امضا و عکس خود ما زمینه شد. بالای گزینه بعدی کلیک میکنیم تا در قسمت آدرس بریم. در قسمت آدرس برای دریافت پاسپورت ما ولایت کابل یا هر ولایتی که شما میخواستین بگیریم، پستخانه مثلا ما پستخانه مثلا یکی رو میگیریم، نمبر کوچه را ضرور نیسته شما نوشته بکنیم، اگر کوچه تان نمبر داره نوشته کنین، اگر نداره نه. نمبر تلفن شما باید نوشته بکنیم. نمبر خانه ضرور نیست که نوشته بکنیم. آدرس مکمل خانه را باید اینجا نوشته بکنیم، مثلا من نوشته میکنم سرک دارالامام سرک دارالامام پهلوی شفاخانه یک نام شفاخانه رو میدونیم، ثبت میکنیم. دوستان منتظر میباشیم تا که زب بکنم. دوستا قسمی که بیشتر گفتم در این قسمت نوشته است که کد شما باید اینی کد را باید داشته باشین و یک جای پیشتان باشه تا در آینده کدام مشکل در فرمتان پیش میشه از طریق امضای شما شناسایی میشین که ای کد بسیار برای شما مهم است. دوستان ما پیام ضبط معلومات خود دریافت کردیم، بالای گزینه بعدی کلیک میکنیم. اگر شما پاسپورت تجارتی میگرفتین، در این قسمت شما نامای شرکت تیتانه، نام شرکت و مشخصات شا در این قسمت ذکر میکنین که ما پاسپورت شخصی اکثرا تجارتی نمیگیره. بالای گزینه بعدی کلیک کرده تحصیلات خود اینجا نوشته میکنین. دوستای عزیز، کسایی که تخصص خود شغل آزاد و خانم خانه انتخاب کرده، غیر از اونا باید آخرین سند تحصیلی خیش را در اینجا درج نمکنه. ما شغل آزاد گرفتیم و نمیشه که ما فعلا اینجا ثبت بکنم اما مشخصات تحصیلی خودم
شما میتونین اینجا اگر 12 پاس بدین، 12 پاس، فارغ 12 بود، 14 بودین، فارغ 15 بودین، لیسانس بودین، ماستر بودین، یا به هر صورت اینجا مشخصات نوشته میکنین. ما مثلا میگیرم که الا 12 خوان داشتم، اینستیتیوت مثلا دولتی بودن، مکان تحصیل کابل بودن، کابل پیدا بکنم که متاسفانه نیست. خود کشور را انتخاب میکنیم، مشکل نداره دوستان. نام اینستیتیوت مثلا من میزنم نام یک مکتب، در اینجا نام امون اینستیتیوت نوشته میکنیم، نام اینستیتیوت به انگلیسی نوشته میکنیم دوستان. از چه زمانی آغاز شده ای دوره تحصیلیتان و از چه زمانی ختم شده؟ مثلا من میگیرم سال 2019 ختم شده دنیتی تاریخ و در این 2019 دوستای عزیز شما باید امو 12 ساله از 2019 کم بکنین که میشه 2006 و تاریخ ششم ما انتخاب میکنیم از این دوره تا این دوره شما دوره تحصیلتون بوده. و اگر شما تحصیلاتون ادامه داشت شما میتونین که یک بالای گزینه در جریان است کلیک کنین که از ما فعلا او را انتخاب نمیکنم. اگر شما خواستین و شما در حال ادامه تحصیل هم بودین او را باید انتخاب بکنین. بالای گزینه بعدی کلیک میکنیم دوستان، وظیفه خود اینجا انتخاب میکنین که ما بیشتر شغل آزاد دادم، اینجا شخصی میگیرم، موقعیت کار مثلا من یک مکان کار خود اینجا انتخاب میکنین که در کجاست، موقف شما چی است. مثلا من میزنم که معلم، معلم، نام اداره مثلا کورس ایدار گروپ، تاریخ شروع از چه زمانی اینجا شروع کردیم، من از 2019 میزنم از اینی تیر تاریخ تا امروز. نام اداره را در جریانم کلیک میکنم که فعلا مدام قسمت هستم. نام اداره را به انگلیسی نوشته میکنیم هایدر گروپ. دقیقه شما دوستان منتظر میشینید تا که سایت باز اپلود شد. دوستان عزیز شما به خاطر اپلای در پاسپورت صرف یک دفعه حق دارین که اپلای بکنین، دیگر نمیشه که به بار دوم یا بار سوم بر از این کار اپلای بکنین.
مایا را بیشتر خانه پوری کردیم، بعدی را میزنیم. خب نام اداره را نوشته میکنیم به انگلیسی سنتر، مقام به انگلیسی تیچر، واقعیتش هم کابل. خب بالای گزینه بعدی کلیک میکنیم. در اینجا شما پاسپورت قبلی، در صورت داشتن پاسپورت لطفا معلومات ذیل وارد نمایید، در غیر آن می توانید مراحل بعدی را تعقیب کنید. اگر شما قبلا پاسپورت داشته بودین و به خاطر تمدیدش میخواستین دوباره پاسپورت بگیرین، از این قسمت مشخصاتشان وارد میکنین که نوع پاسپورت شما چگونه بوده، عادی بوده، تجارتی بوده، چگونه بوده، نمبر پاسپورتتون به اینجا میرسانین، تاریخ صدور و تاریخ ختم شده این قسمت میرسانین و بالای گزینه بعدی کلیک میکنین که ما و شما فعلا پاسپورت قبلی نداشتیم و یا جدید میخوایم بگیریم. بالای گزینه بعدی کلیک میکنیم و سابقه جرمی دوستا شما در این قسمت معلومات میگیرین که سابقه جرمی نداریم ما. در صورتی که شما جرم را مرتکب میشین شده باشین، در اینجا نوشته میکنین، در غیر آن میتونین که مراحل بعدی را سپری بکنین که ما کدام جرم مرتکب نشدیم. برای گزینه بعدی کلیک میکنیم. دوستا مرحله آخر است ایجاد درخواست. لطفا بعد از ثبت اول دکمه چاپ فرم را کلیک نموده فرمتان را چاپ و یا ذخیره نمایید و بعدا برای ارسال فرمتان روی دکمه تایید و ارسال کلیک کنید. دوستا در این قسمت نوع پاسپورت خود میگیرین، مدت شب 5 ساله میگیرین که برای 5 سال شما 5500 افغانی برای اشخاص بالغ میپردازین. کاتگوری پرداخت گفته که باید بزرگسال بالای از 14 سال باشه. اگر که رایگان کسایی که مثلا در رهنمود اونجا نوشته شده بود کسایی که مثلا رایگان میگیره چی کسایی هست و کسایی که زیر سن 15 سال هست چقدر اونا پرداخت میکنه دیگه، تمام مشخصات در اون رهنمود ذکر کرده بود. من بزرگسال میگیرم دیگه، جریمه ندارد. اگر پاسپورت سابقه شما حریق شده، مفقود شده یا تخریب شده، عرقم شده، اینجا نوشته میکنیم. ما هم گزینه را انتخاب میکنیم که من چون نو میگیرم اینجا نوشته میکنم، اما گزینه ای که نداره را انتخاب میکنم. نو درخواست، درخواست عادی، قیمت قابل پرداخت 5500 افغانی شما باید پرداخت بکنید دوستان. خب دوستان بالای ثبت کلیک میکنیم تا معلومات ما ثبت شود. دوستان عزیز منتظر می باشیم که سایت باز شوه برای ما. دوستان عزیز در قسمت خانه‌پوری بازم بر شما تاکید می کنم که باید خیلی با دقت زیاد این کار انجام بدین و وقتی که فرم شما خانه‌پوریش تکمیل شد ثبت نمیکنین فرمتون، باز میرین اثر چک میکنین تا در آینده برای خود شما جنجال زیاد خرق نشه. دوستان
دوستا اینترنت بسیار ضعیف است، سایت هم بیروبار است. بسیار دیر اپلود میشه معلومات دوستان. دوستای عزیز شما میتونین که در چینل ما دیدن کنین، از چینل ما انواع آموزش های مثل آموزش مایکروسافت وورد، آموزش ثبت نام تذکره الکترونیکی در افغانستان، آموزش بخش های مختلف کامپیوتر، ویدیوهایش، آموزش هایش در چینل ما هست دوستا، دیدن کنید. هر نوع انتقاد، پیشنهاد، نظرات نیک که خود همراه ما میتونین در کامنت شریک بسازین دوستا، ما به زودترین وقت پاسخ شما را ارائه خواهد کردیم. دوستای عزیز، این قسمت آخرش در کل زمانگیر است، اما بیروبار بودن سایت و همچنان سرعت اینترنت نیست رول خودم می داشته باشد دوستان. دوستای عزیز، چون که من ایرا در این قسمت فایرفاکس انسال میکنم، یک کمی سرعت اینترنت و پایین آمدم، ایرا دانلود کردیم. دوستای عزیز، بعد از این ثبت میکنین و برای شما گزینه چاپ یا پرینت میایه و شما فرم خود دانلود میکنین، پیشتان میباشه و او کپی او را چاپ میکنین و میبرین به نزدیکترین مرکز اخذ پاسپورت دوستان و فرمتان در اونجا تحویل میتین و کارهای دیگهش مثل پرداخت پول و اینی که پایش انجام میتین دوستان. تشکر از توجهتون دوستان. خدا نگهدار تا آموزش دیگر.